تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام صبح روز یکشنبه شنبه میزبان سرتیب عباس الربعی مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا بود جزیات بیشتر در این باره را با هم ببینیم و بشنویم سرتیب عباس الربیعی مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا با حضور در برنامه سلام کربلا برنامه صبحگاهی تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام اظهار داشت اداره آتش نشانی های شهر مقدس کربلا برای ایام مبارک زیارت اربعین برنامه کاملی را طراحی کرده و بعد از زیارت عرفه تا کنون مشغول بازبینی تمامی ساختمان ها، هتل ها، مغازه ها، فروشگاه ها و بازدید از پروژه های بزرگ، کسب و کارهای متوسط و کسب و کارهای کوچک بوده است. مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا در رابطه با نتیجه بازدیدهای صورت گرفته گفت پس از بازدیدها بررسی تخلفها ها نسبت به استانداردهای آتش نشانی صورت می گیرد و افراد ملزم به رعایت ابزارهای پیشگیرانی و امنیتی می شوند. و از طرف دیگر با برگزاری همایش ها و گزارش های تلویزیونی و انتشار پوسترها و بروشورها در سطح شهر و ادارجات و دانشگاه ها اقدام به فرهنگسازی در این زمینه می‌کنیم. وی در ادامه افسود در همین راستا دو جلسه با مدیریت مواکب حسینی برگزار و از اصحاب مواکب درخواست شده که وسایل اطفاء حریق و ایمنی را تهیه کنند همچنین تأسیسات برق موجود در این مراکز مورد بررسی قرار گرفته و از اهل مواکب درخواست شده که حداقل دو کپسول آتش نشانی در موکب خود داشته باشند تا بتوانند با هر حادثه ای که در داخل موکب صورت میگیرد به سرعت روبرو روبه بشوند. سرتیب اب با سر ربیعی تأکید کرد همچنین از مواکب خواسته شده که کپسول های گاز حتی امکان به دور از اجاخ های گاز قرار گیرند و علاوه بر آن مواظب باشند تا در هنگام کار در موکب ها از کارهایی که منجر به ایجاد خطر می شود بپرهیزند. مدیر اداره یا نشانی شهر مقدس کربلا در مورد موکب های سایر کشورها از جمله موکب ایرانی ها اظهار داشت از این موکب ها نیز درخواست شده که جوانب ایمنی و پیشگیرانه را رعایت کنند چرا که شهر مقدس کربلا و ازدهام جمعیت در این شهر ابدا امکان هیچ گونه حادثه آتش را نمیتواند پذیرا باشد وی در ادامه گفت در داخل شهر مقدس کربلا بیش از 82 ماشین آتش نشانی داریم و در محورهای ورودی مانند محور شمالی، جنوبی و شرقی و غربی شهر کربلا نیز ایستگاههایی داریم که در آنجا در خدمت زائران هستیم. سرتیب عباس سر ربیعی در ادامه با دیگر توصیه های صورت گرفته به مواکب گفت از طریق پستر و بروشور به مواکب اطلاعات لازم داده شده که چگونه تأسیسات برقی خود را نصب کنند چرا که وقتی تأسیسات برقی به درستی نصب شوند و از آتش نیز دور باشند اتفاق خاصی نمیافتد اما اگر این مسئله رایت نشود و حادثه ای رخ دهد ده عوامل آتش نشانی وارد عمل می شوند. مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا با تاکید بر آمادگی 24 ساعته و در طول سال این اداره به منظور مراقبت از شهر مقدس کربلا گفت چون این شهر سالیانه محل ورود زائران فراوانی است با پشتیبانی شهرداری ماشینالات دستگاه های ما به روز شده و کادر داوطلب نیز به ما می و ماشینالات و داوطلبان جدید هم در مسیر هستند تا در آینده به ما بپیوندند وی در ادامه گفت ما از طریق شبکه امام حسین علیه السلام به همه زائران بالاخص زائران ایرانی تاکید می کنیم که در صورت بروز حادثه به هیچ وجه به آن مکان نزدیک نشوند. سرتیب اب با سربی با تاکید بر این نکته که دایره امنیتی اول در حوادث 100 متر و دایره دوم 200 متر است افسود این مناطق برای ورود ماشینالات آتش نشانی قرنطینه می شوند تا بتوان به راحتی افرادی که در حادثه گرفتار شدند را نجات یابند و همچنین نیروهای آموزش دیده برای نجات افرادی که در حوادث گرفتار می شوند با تجهیزات سبک و سنگین خود می توانند وارد عمل شوند. مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا به مواکب حسینی توصیه کرد که حتی الامکان کپسول های گاز را از آتش دور نگه داشته و شرایط ایمنی را رعایت کنند. همچنین سیمکشی برق خود را دائما مورد بازبینی قرار داده و اگر خدای ناکرده حادثه ای رخ داد راه را برای ماشین های آتش نشانی باز کنند تا بتوانند به خوبی به وظیفه خود عمل کنند. چرا که تجمع گرداگرد مکان حادثه دیده اصلا صحیح نبوده و موجب کندی کار می شود. وی در پایان تاکید کرد از طریق این شبکه امام حسین علیه السلام از همه زائران می خواهیم تا اگر حادثه ای رخ داد از مکان حادثه دور بشوند و به این ترتیب نیروهای اتش نشانی را کمک کنند تا بتوانند به خوبی به وظیفه خود عمل نمایند.